بسیار خوب، به پنجره کنسول میرسیم و این پنجره از دو بخش تشکیل شده. بخش اول در رابطه با نمایش اطلاعاتی هستش که بسیار به درد بخور و مهم هستند. حالا از نمایش اطلاعات CPU GPU گرفته تا رندر کردن و سیستم صدا، متریال و البته کدهایی هستش که احتمالاً خطا دارن یا هشدارهایی برای ما نشان داده میشه یا فایل هایی حذف شده و مواردی از این دست. و بخش دوم کامنت هست و این بخش شامل وارد کردن دستورات مختلف هست که میتونیم این دستورات رو نه تنها در بخش کامنت وارد کنیم، بلکه میتونیم در کدنویسی سی شارپ یا سی پلاس پلاس یا یونیجین اسکریپت این کدها رو وارد کنیم، که البته این کامنت تبدیل به کد میشه و در بازی میتونه اجرا بشه. خب پس ابتدا در بخش مربوطه به نمایش اطلاعات راست کلیک میکنم و سه گزینه میبینید: کپی، سلکت آل، کلر. که در واقع برای اینکه گزینه کپی فعال بشه یک محدوده از متن رو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم و میتونم این تکه از متن رو کپی کنم و در فایل ورد یا فایل نوت پد مثلا به صورت تکست پیست کنم، یا سلکت آل رو انتخاب کنم و همه متنی که در این محدوده هست و شامل اطلاعات مفیدی هست رو کامل انتخاب میکنه و در یک نرم افزار مثلا واژه پرداز یا یک نرم افزار ویراستار متنی همونطور که عرض کردم در ورد یا نوت پد پیست کنیم. گزینه سوم در واقع گزینه کلر هست که کل اطلاعات رو برای ما پاک میکنه. بخش مربوط به کامنت در اینجا در واقع ما میتونیم فرمان رو وارد کنیم. مثلا اولین فرمان LS هست که با زدن این فرمان لیست تمام کامنت ها برای ما نشان داده خواهد شد. پارامترهای پیش‌فرض میتونه به ما کمک کنه که در واقع چه اعدادی رو میتونیم وارد کنیم. تمام کامنت ها با استفاده از فرمان LS در واقع میتونیم مشاهده کنیم. راست کلیک میکنم و گزینه کلر رو انتخاب میکنم. مثلا با وارد کردن A تمامی فرمان هایی که با A شروع میشه برای ما لیستش رو نشون میده. برای حروف مثلا W، مثلا البته ایگری که نداره، U، میتونید حرف اول حالا لاتین رو وارد کنید، X، L، مثلا K، S. به این صورت شما میتونید این حرف ها رو وارد کنید و فرمان ها رو مشاهده کنید. خب در اینجا مثلا من رندر رو وارد میکنم، رندر اندرلاین یعنی زیر خط دی او اف مخفف دپ ساب فیلد. مقدار پیش فرضش که همونطور که مشاهده میکنید صفر است، که در اینجا یعنی هیچ تارزدگی یا صحنه بولار نیست، یعنی مات نیست و مقدار پیشفرزش صفر هست. من عدد یک رو وارد میکنم، دکمه اینتر رو میزنم و همینطور که مشاهده میکنید صحنه تار میشه، بولار میشه و برای غیر فعال کردن کافی همین فرمان رو وارد کنم، رندر اندرلاین دی او اف فاصله صفر،
و به این صورت میتونید عمل کنید. فرمان بعدی فرمان bold هست که bold underline load که میتونیم یک مرحله رو load کنیم. میتونید البته راست کلیک کنید، گزینه cut و paste رو هم انتخاب کنید و مرتبا فرمان ها رو تایپ نکنید. خب مثال مربوطه این مرحله اسمش my world هست و حالا من my assets project رو که مرحله دیگری هست رو لود میکنم. پس اسم مرحله my assets project. خب کنترل وی رو میزنم یا پیست و اینجا اسم مرحله رو مینویسم my assets project. این اسم مرحله دیگری هست و دقت داشته باشید که کوتیشن مارک باز و بسته رو هم وارد کنید و سپس دکمه اینتر رو بزنید. در اینجا میبینید که مرحله مربوطه لود شد و دوباره برای بازگشت به مرحله قبل من می‌نویسم world load my world و دکمه اینتر رو می‌زنم. خب پس اینجا میتونید quotation mark رو هم وارد نکنید، همینطور که من وارد نکردم. به این صورت در اینجا وارد نکردم، ولی خب اینجا خودش پیش فرض قرار داد و مرحله my assets project 44 میلی ثانیه طول کشید لود بشه و مرحله my world یعنی مرحله جاری که 14 میلی ثانیه طول کشید. خب حالا دستورات دیگری هم هستن که در اینجا میتونم راست کلیک کنم، گزینه کلیر رو انتخاب کنم، مثلا CPU که در اینجا CPU info اینتر میزنم و این مشخصات CPU که یونیجین رو اجرا میکنه و برای GPU هم GPU info هست که اینتر میزنم و اطلاعات جی پی یو و مشخصات جی پی یو و کارت گرافیک رو برای ما نشون میده. خب این دوره آموزشی به پایان رسید و شما وارد دنیای شگفت‌انگیز یونیجین شدید. قطعا این آغاز راهی هستش که شما باید بپیمایید و این جهان رو تسخیر کنید. من به شما پیشنهاد میکنم حتما دوره های آموزشی دیگر در رابطه با طراحی و برنامه نویسی یونیجین رو خریداری کنید، استفاده کنید و با آن بتونید بازی های زیبایی رو بسازید. امیدوارم همیشه موفق و سربلند باشید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. تا دوره‌های بعدی خدا نگهدار.